السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز، انشاءالله که جان جور در امن خدا باشین هر جایی که باشین. موضوع امروز ما درباره توکل است، یک داستان قرآنی در مورد توکل. شروع میکنیم از سوره ابراهیم علیه السلام که آیه 37 ابراهیم علیه السلام میفرماید: پروردگارا، من برخی از فرزندان خود را در دره بدون کشت در نزدیک بیت مقدس خودت اسکان دادم. پروردگارا، تا آنها بتوانند نماز را برپا دارند، بنابراین قلبهای مردم را به سمت آنها متمایل کنید و از میوه هایی که ممکن است سپاسگزار باشند آنها را تهیه کنید. وقتی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را که میشنویم، آن را به یاد حج می آوریم، از فرزند پروری در پیری، از این که همسرش در میان کوههای صفا و مروه در حال دویدن است. اما فراتر از آن، داستان او همچنین یک نمونه مثال کامل از توکل است، یعنی توکل به الله جل جلاله. تمام زندگی پیامبر ابراهیم علیه السلام در مورد توکل او به خدای تعالی است. وی مردم را به توحید اسلامی فرا خواند و حتی برخلاف همه بت پرستان که مردم قبیله او بودن رفت. اما داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام چی ارتباط با زندگی ما در این روز دارد؟ از داستان قرآنی ابراهیم علیه السلام و خواندنش چی میتوانیم یاد گرفت؟ اول، تقوای مؤمن در نهایت توکل به خدا. مهمترین چیزی که ما را مسلمان می سازد و ما را از غیر مسلمانان متمایز می کند، اعتقاد ایمان با یگانگی خدا تعالی است. این علامه ماست که هیچ کس به جز او حق پرستش ندارد. از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام مردی را می بینیم که بدون قید و بند به پروردگار خود توکل کرده است. ما مرد را میبینیم که با توانایی خود یا منطق یا انسانهای دیگر برای حل مشکلات خود بستگی نداشت. هنگام که الله تعالی از او خواست که پسرش را قربانی کند، حضرت ابراهیم علیه السلام دریغ نکرد و پسرش نیز تردید نکرد، زیرا هر دو عقیده راست داشتند که حکمت الله تعالی فراتر از آن است که ما انسانها می توانیم درک کنیم و این که هرچی خداوند بنده خود بفرماید برای او بهترین هست. وقتی می خواست پسرش را ذبح کند، نمی دانست که الله تعالی از او می خواست که متوقف شود. اما به هر حال جلو رفت. در پایان روز او مجبور نبود که کودک خود را ذبح قربانی کند. این درسی هست برای ما که اگر عقیده خود به الله تعالی را اعلام کرده ایم، باید قلب خود را به او تکیه کنیم. ما همیشه باید با خود یادآوری کنیم که هرچی خالق ما برای ما مقرر داشته بهترین کار است و وقتی به چیز از ما فرمان می دهد، فقط او می داند که چی حکمت پشت آن است. کسی که توکل دارد توسط خدا محافظت می شود در هر حال. ابراهیم علیه السلام همسر و پسرش را در وسط بیابان رها کرد، دریای اشن و ماسه که هیچ انسانی در چشم نداشت، اما او برای انجام دستور خدا جلوتر رفت و آنها را تحت مراقبت خود قرار داد. همسرش با نشان دادن همان سطح توکل به نیاز خود برای ترک آنها پی برد. وقتی ابراهیم علیه السلام با همسرش اختلاف پیدا کرد به خاطر حسادت او به هاجر مادر اسماعیل، اسماعیل و مادرش را گرفت و رفت. آنها دارای یک پوست آب بودند که مقدار آب در آن وجود داشت. مادر اسماعیل از آب پوست آن آب می نوشید تا شیر او برای فرزندش زیاد شود. ابراهیم علیه السلام وقتی به مکه رسید، او را وادار کرد زیر درخت بنشیند و پس از آن به خانه بازگشت. مادر اسماعیل او را تعقیب کرد و هنگامی که آنها به کادا رسیدند، از او پشت او صدا زد: ای ابراهیم، به چی کسی ما را ترک میکنی؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: من شما را رها میکنم به خدا مراقبت. او گفت: من از بودن با خدا راضی هستم.
این قصه در بخاری ثبت است. داستان چای زمزم از همین جا ناشی می شود. حاجرا بین ده دو تپه دوید و به دنبال آب بود و از زن الله تعالی آب زمزم پدید آمد. این یک معجزه غیر منتظر بود. یک انسان هادی در این حال انتظار می داشته باشد که در چنین شرایط از گرسنگی بمیرد یا از تشنگی بمیرد. اما چون هاجرا هنگام ترک شوهرش ابراهیم علیه السلام عقیده خود به الله تعالی را به عنوان راحت دهد، آنها تصدیق کرد. با او و پسرش پاداش دادند. الله تعالی با تصدیق نیازهای آنها از آنها مراقبت کرد. هیچ یک از ما انسانها توان و قدرت تضمین هزینه های خود را نداریم. ما ممکن است که با هوش باشیم، بهترین مشاغل را به دست آوریم، اما باید به یاد داشته باشیم که اینها از طرف خالق ماست. ما همچنین فریاد می کشیم و ویژه هنگامی که وضعیت ما آنقدر وخیم به نظر می رسد که نمی توانیم به چاره بیندشیم، که خداوند تعالی آن چی را نمی بینیم می بیند و این که توکل کامل ما به او، اگر او بخواهد محافظت او را تضمین می کند. ما نباید به انسانها تکیه کنیم، از آنجا که حتی اگر انسانهای دیگر وسیله برای پاسخ دادن به دعای ما باشند، آنها منبع هر چیزی که ما به دست آوریم نیستند. آنها فقط یک وسیله از جانب الله تعالی هستند. دوم، توکل با صبر همراه است. در همین سوره ابراهیم علیه السلام آیه 39 ترجمه شست: خدا را شکر که اسماعیل و اسحاق را در دوران پیری به من عطا کرده است. در واقع پروردگار من شنونده دعا است. پیامبر ابراهیم علیه السلام مدت زیاد طول کشید تا صاحب فرزند شود. او در تمام مدت انتظار فرزند از خدا تعالی خواست، اما همچنان به توحید اسلامی فراخواند و او همچنان کسان را که بت می پرستیدند به چالش کشید. او از خود در هم غرق نشد. او فکر نمی کرد که نداشتن فرزند نشانه از محبوب نبودن توسط الله باشد. او همچنان به تحقق هدف خود در زندگی ادامه داد. وقتی ما به عنوان مسلمان می خواهیم توکل خود را به الله تعالی نشان دهیم، باید به یاد داشته باشیم که این کار باید با صبر و حوصله زیبایی داشته باشد. اعتماد ما با خدا تعالی باید صلح را برای ما به ارمغان آورد، که نشان می دهد که ما کار خود را به تنها کسی که می تواند امور ما را به پایان برساند موکل کرده ایم. بسیاری از پیامبران الله سبحانه و تعالی داستانهایی دارند، منبع تکیه تحسین برای برانگیز، که خالق خود از پیامبران نوح علیه السلام گرفته تا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، لقمان علیه السلام، عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ما داستان افراد را میشنویم که بدون هیچ تردید خداوند تعالی را شنیدند و از او اطاعت کردند. افرادی که حتی وقتی نتوانستند در آن طرف سفر خود بگویند چی چیز خواهد بود، همچنان ادامه دادن زیرا به خدای تعالی ایمان داشتند. این نوع اعتماد به خالق ما همان چیزی هست که همه ما باید برای زندگی روزمره خود تلاش و دعا کنیم. انشاءالله که از این صحبت همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم. تا ویدیو بعدی، سلام علیکم، روز خوش.